سلام، چطوری؟ امروز میخوام بهت 3 تا انیمیشن معرفی کنم. از اون انیمیشن ها واسه وقتایی که دلت میخواد یه چیز حال خوب کن ببینی. اولیشو اونایی که عاشق گربه ان ببینه. انیمیشن فلو یا جریان به کارگردانی گینس زیلبالودیس، یه انیمیشن فرانسویه و کاملا بدون دیالوگه. از اونجایی که این انیمیشن هیچ دیالوگی نداره، اون موسیقی و صداهای طبیعت موجود توی انیمیشن اون حس و حال داستان رو خیلی خوب منتقل میکنه. فلو از یه سیل عظیم شروع میشه که همه جا رو زیر آب میبره. ما داستان یه گربه سیاهی رو دنبال میکنیم که داره سعی میکنه خودش رو از سیل نجات بده. اون بالاخره موفق میشه به یه قایق پناه ببره. بعدن توی اون قایق با حیوانای دیگه ای هم آشنا میشه که هر کدوم خصوصیات اخلاقی خودشون رو دارن. اینا باید سعی کنن کنار هم همکاری کنن و با ترساشون مواجه بشن. هر کدوم از این حیوانا نماد یک گروهی از انسانان. مثلا گربه نماد انسانهای کنجکاوه و کسایی که همیشه به دنبال معنا و مفهوم زندگی هن. گولدن ریتریور نماد انسانهایی هن که مثبت اندیش و پر انرژی هن، بعد سعی میکنن تو هر موقعیتی از زندگیشون از شرایط لذت ببرن. این یکی حیوانه که نمیدونم اسمش چیه، نماد انسانایی هن که عاشق مادیات و دنیان و اصلا نمیتونن ازش دل بکنن. و این یکی حیوانه که اینم نمیدونم اسمش چیه، نماد انسانایی هن که به شدت مهربونن ولی تو زندگیشون انقدر سختی کشیدن که دیگه الان شرایطهای عجیب غریب براشون بی اهمیته، انگار اتفاق خاصی نیفتاده. و این پرنده که بهش میگن مرغ منشی، این پرنده نماد عقل و خرده و نماد انسانایی که همیشه با منطق تصمیم میگیرن. به ظاهر سردن ولی قلبا واقعا مهربونن. اون دسته آدمایی که معمولا راهنمایی آدمای دیگر رو به عهده میگیرن. این انیمیشن به خاطر رنگای شاد و سرزندهی که داره و صداها و موسیقیهای طبیعتش از همون اول جذبت میکنه. فلو میخواد مفهوم عشق و دوستی و همدلی و همکاری در شرایط سخت زندگی رو یاد بده. اینکه چطور با ترسات کنار بیایی و وقتی که زندگی تو شرایط سختی قرار داره بتونی از پس خودت بر بیایی. ما معمولا رباتها رو موجوداتی میشناسیم که هیچ درکی از حس و احساسات ندارن. ولی این انیمیشن نظرتو عوض میکنه. انیمیشن وایلد روبوت یا ربات وحشی محصول سال 2024 به کارگردانی کریس سندرز. این انیمیشن از روی یه رمان با همین اسم ساخته شده و داستان یه رباتی به اسم راز رو دنبال میکنه که بعد از یه سانحه دریایی توی جزیره دور افتاده و خالی از سکنه روشن میشه. اون یه جوجه غاز یتیم پیدا میکنه و نقش مادرش رو به عهده میگیره. چیزی که من راجع به این انیمیشن خیلی دوست داشتم تعامل بین طبیعت و تکنولوژیه. اینکه چطور یه ربات که برای زندگی تو جزیره برنامه ریزی نشده و وظیفش خدمت رسونی به انسان‌هاست، تونسته با مشاهده طبیعت و رفتارهای حیوانات با اونا سازگار بشه و یک مثل خودشون بشه. یه جورایی راز نماد انسان‌هاییه که وارد یک جامعه جدید میشن و توسط اون جامعه پذیرفته نمیشن. در ابتدا فقط یه روباه با اون سعی میکنه ارتباط برقرار کنه که اونم اصلا اهداف شومی داشته، حالا بعدم با هم دوست میشن. نهایت کمال یه ربات خدمت رسونی کردنه. حالا راز توی یه شرایطی که هیچ انسانی وجود نداره و که بتونه بهش خدمت رسانی کنه، از طریق مادری کردن برای اون جوجه غاز یتیم سعی کرد وظیفه خودش رو انجام بده. در کنارش با یادگیری از رفتار حیوانا و طبیعت سعی کرد خودش رو با محیط وقف بده. در نهایت این انیمیشن یه پایان‌بندی فوق‌العاده‌ای داره که به شدت واقع‌گرایانه است و به نظرم نقطه قوت این انیمیشن. و آخرین انیمیشن که من خودم خیلی دوستش دارم و بهتون پیشنهاد میکنم قبل از دیدن انیمیشن اول کتابش رو بخونید. انیمیشنیه که تو اسکار 2024 جایزه بهترین انیمیشن کوتاه رو گرفت. پسر، موش کور، روباه و اسب. داستان راجع به یه پسر بچه‌ایه که توی دشت برفی گم شده. اون اول با یه موش کور دوست میشه، بعدش با یه روباه و بعد با یه اسب. این گروه 4 نفره سعی میکنن بچه رو به خونش برسونن و توی مسیر با یه سری چالش ها مواجه میشن. چیزی که این انیمیشن رو خیلی خاص کرده دیالوگای فوق‌العاده‌شه. از اون دیالوگا که لذت میبری از شنیدنش. What do you want to be when you grow up? Kind. در نهایت هم میخواد مفهوم عشق و دوستی و خانواده رو منتقل کنه. To love. And be loved. این انیمیشن از روی یک کتاب به همین اسم به نویسندگی چارلی مکسی ساخته شده. جالب اینجاست که چارلی مکسی گفته تمام دیالوگا رو از روی گفتگوهاش با آدمای مختلف زندگیش جمع‌آوری کرده و هر کدوم از این شخصیت‌های داخل انیمیشن یه شخص خاصی از زندگی چارلی مکسی بودن.
تو این انیمیشن پسر نماد جستجو و پرسشگریه، کسی که دنبال کشف مفهوم زندگیه، کسی که هم شجاعه هم آسیب پذیره و دنبال راهی برای یافتن خونه یا همون معنا و مفهوم زندگیه. موش کور نماد خوشبینی و یه شخصیت مثبته، کسی که محدودیت ها براش هیچ اهمیت نداره و سعی میکنه تو هر شرایطی با رفتارهای خوبش و مثبتش بهت انرژی و امید بده. روباه نماد شخصیتی مرموز و ساکت، کسی که در ظاهر به نظر سنگدل و سرد و بی‌عاطفه میاد ولی در درونش احساسات عمیقی داره. و از نماد خرد، قدرت و آرامش، از اون دسته آدمایی که توی زندگی دائما بهت یادآوری میکنن با تأمل و آرامش ادامه بدی. اگه این سه تا انیمیشن رو هنوز ندیدی بهت پیشنهاد میکنم حتما ببینی. وقتی دیدی بیا این پایین نظرتو راجبش برام بنویس. میبینم.